سلام سهشنبه 3 سه فروردین 95 22 مارچ 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه کانون سنفی معلمان گیلان با صدور بیانیهی به سه سال حکم حبس اضافهی که برای رسول بداغی معلم زندانی بریده شده اعتراض کرده رسول که بعد از شش سال و هشت ماه حبس باید آزاد می شد در واقع شش ماه پیش باید آزاد می با یک حکم جدید مواجه شده تا او رو در زندان نگه دارد آرش مکری دانشجوی مقطع فوق لیسانس کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز از ششم اسفند ماه در مهابات توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شده و تا کنون هیچ خبری از او نیست خانواده او تنها میدانند که گفتند اتهام او ارتباط با احزاب کرد هست ولی از جای او اتهامات او وضعیتش سلامتش هیچ اطلاعی در دست نیست در زندان رجایی شهر کرج در اندرزگاه شماره 6 سالن 18 درگیری بین زندانیان عادی درگرفته با قمه و چاقو به جان همدیگه افتادند دست کم سه نفر با چاقو و قمه زخمی شدند به شدت که یکی از اونها فوت کرد اما در این بین وضعیت زندانیان سیاسی در این زندان نامعلومه و هنوز خبری از وضعیت سلامت اونها در دست زندان رجای شهر بیشترین تعداد زندانیان سیاسی رو در خودش جا داده مجید درخشانی آهنگساز و موسیقی دان و نوازنده تار کسی که گروه ماه بانو رو از خانم های موسیقی دان سرپرستی کرده شکل داده و اشاعه داده بعد از اینکه با حکم دادگاه مواجه شد و اتهام او هم اشاعه موسیقی زنان بود با پایمردی و دفاع جانانه ای که داشته و استدلال قوی برای موسیقی زنان سرانجام حکم براعت گرفته اما به گفته مجید درخشانی به روزنامه شرق علا رغم براعت از پروندهی که براش باز شده بود هنوز اجازه کار نداره موضوع دوم اینکه معاون وزیر نیرو عنوان کرده که 350 دشت کشور در معرض نابودی قرار دارد. او گفته بحران آب قابل انکار نیست در سالیان اخیر به دلیل برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی در اندازه های شاید هشت برابر ظرفیت آبها و صفرهای زیرزمینی عملا فاجعه زیست محیطی داره شکل میگیره که هر از گاهی یکی از مسئولین به صدا در میاد حرفی میزنه و اعلام خطر می کنند اما از اقدام هیچ خبری نیست فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم عنوان کرده که معادل هفت درصد تولید ناخالص ملی کشور سالیانه در تصادفات رانندگی تلف میشه. البته عدد قدری اقراهامیز به نظر میرسه ولی کشتار در تصادفات رانندگی و جاده های ایران یکی از بالاترین ارقام دنیا رو داره و سالیانه عددی بین 20 تا 30 هزار نفر در تصادفات کشته میشه موضوع سوم اینکه در ایران و آمریکا یک مسابقه شاید بشه گفت حمله به دولت روحانی و روابط ایران و آمریکا شروع شده در ایران بعد از صحبت آقای خامنه ای که سراحتا شمشیر رو برای آقای روحانی از رو بست روز اول نوروز و به برجام دو و سه و چهار حمله کرد در با همین زبان و صحبت دوباره از نفوذ امریکا و خطکشی شدید با آمریکا و دشمنی با آمریکا کرد عده از پیروان آقای خامنه ای و مخالفین دولت شروع کردن به حمله به دولت روحانی آقای نقوی حسینی نماینده مجلس گفته که برجام دو و سه برای نفوذ آقای علایدین حسینی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس این کمیسیون عنوان کرده که خواب امریکا برای توافقی دیگر تعبیر نمی شود اما در آمریکا در واشنگتن اجلاس سالیانه آیپک آی لابی نیرومند یهودیان امریکا برگزار شده که شاید نزدیک به پانزده هزار از پشتیبانی کنندگان آیپک به واشنگتن آمدند و در سخنرانی هایی که این روزها ترتیب میدن آقای جو بایدن معاون اول آقای اوباما گفته اگر ایران به تعهدش عمل نکنه ما وارد عمل میشیم و خانم کلینتون کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات عنوان کرده که ایران برای نقض هر بخش از برجام باید حساب پس بده و در صورت لزوم اگر او رئیس جمهور بشه امریکا به زور متوسل خواهد شد آقای برنی سندرز دیگر کاندیدای حزب دموکرات حاضر به شرکت در اجلاس آیپک نشد موضوع چهارم اینکه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه عنوان کرده که آقای بشار اسد باید در دادگاه لاهه به اتهام جنایتکار جنگی بودن محاکمه بشه در عربستان دست کم پنج ایرانی دیگه دستگیر شدن و مجموعه ایرانیان دستگیر شده در ارتباط با پرونده امنیتی که باز شده به سیزده نفر رسیده مجله نیوزویک هم در مقاله روشن و قابل اتکایی عنوان کرده که آقای خامنه ای نگران مصالحه روسیه و آمریکا بر سر سوریه است تحلیلی که به نظر درست میرسه و روسیه در واقع دامن خودش رو داره از سوریه جمع میکنه و در توافق با آمریکا به دنبال پروژه تجزیه سوریه و کنار گذاشتن اسد موضوعی که بازنده بزرگش آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی خواهد بود اما موضوع آخر این که بعد از اینکه پستری از آقای هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه منتشر شد که همراه با آقای خمینی و آقای خامنه ای چاپ شده و توسط دفتر ایشون و پستر در واقع بیشتر مشق رهبری باید اسمش رو گذاشت و به نوعی جست رهبری هم در پستر آقای شاهرودی داره در کنار دو رهبر قبلی جمهوری اسلامی این ماجرا سر و صدای زیادی کرد از جمله سایت جماران هم اون رو منتشر کرده و به هر حال دفتر آقای شاهرودی به دست و پا افتاده و تکذیب کرده البته نه اصل پستر رو ولی گفته توطئه رسانه‌ای است حسب معمول به گردن رسانه ها انداختند و بعد هم گفته که این عذر بدتر از گناه آورده گفته این برای دفتر رهبری تهیه شده بود اما جناب محسن رضایی سردار محسن رضایی نابغه بزرگ سیاسی هم پریده به دولت روحانی و گفته که اگر دولت نمیتونه مشکل فقر و بیکاری رو حل کنه باید اجازه بده نیروهای انقلابی بیان حل کنن منظور از نیروهای انقلابی ایشون رو سپاهیاب و بسیجیان که در دوره احمدی نژاد هم اومدن کار کنند و مملکت رو خوردن احتمالا منظور ایشون این است که بیان بقیهش هم بخورند و راحتش بکنند اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی